آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. این هفته از واکنش مطبوعات به اعتراضات کارگران هفت تپه خواهیم گفت تا سخنان جنجالی دونالد ترامپ درباره عربستان و قتل خاشقچی. برات حملات جناح اصولگرا به آل ظریف. سلام آقای بهنوت. هفته پر از خبرهای ریز و درشت بود. حالا جنجال صحبت‌های آقای ترامپ و حرف‌های آقای ظریف که همچنان از هفته قبل ادامه داشت. این پرونده تجاوز به کودکان توی شوشتر بود. اعتصابات و اعتراضات هفت تپه و سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران که یکی از دلایلش خواهان آزادی نازنین زاغری بود. و البته 20مین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای. سلام. بله دیگه، از بین اینا که گفتید فقط قتل‌های زنجیره‌ای طبیعتاً در روزنامه‌های تهران به اندازه‌ای که تو شبکه‌های اجتماعی و بقیه منعکس شده که فراوان هستش منعکس نشده. خب می‌خواین شروع کنیم با روزنامه فرهیختگان. روزنامه فرهیختگان خب مدتی است همه می‌دونن بعد از تغییراتی که در دانشگاه آزاد داده شده، این روزنامه که اتفاقا روزنامه خوبی هم بود بعد از اینکه سردبیرش خوب رفت مدت‌های مدید زندانی شد، بعد حالا دیگه تغییر سمت داده. این تغییر صورت دادن اشکالی نداره، ولی شما یک روزنامه رو که هر روز منتشر میشه تبدیل کنید که تیتر یکش بشه یک گزارش که مال 40 سال پیشه، یعنی این حرف که مجاهدین پیرو مهندس بازرگان بودند درست در همون هفته های اول انقلاب. رجوی نه؟ بله، عکس رجوی است که انگار طوطی است در مقابل اون آینه قرار گرفته، آینه هم بازرگانه. این 40 سال پیش گفته شده، 40 سال پیش سر دعوا شده، اون چه که باید بکنن بر اساس این نوع حرفا با بازرگان کاری که باید بکنن کرده اینا. این اصلا دلیل این که الان یک روزنامه خبری روز این گزارشو میکنه تیتر یکش، من نتونستم بفهمم واقعا. یعنی هیچ دلیلی نداشته سالگردی؟ نه نه، هیچی، فقط داریم به سالگرد انقلاب نزدیک میشیم، میتونیم باشه. یه گزارشی تهیه کرده است یکی از اعضا که گزارشی است راجع به وقایعی که اونجا اتفاق افتاده، یعنی در اون زمان اتفاق افتاده و یه برداشتی از تاریخ معاصر که صد خبر نوشته شده. میتونه مقاله داخل روزنامه باشه تهش؟ حد اکثرش اینه که میتونه مقاله بشه بره صفحه آخر که تبدیل به طرح بشه بیا صفحه اول. باعث تعجب البته بقیه مطالب هم نشون میده که این روزنامه به حال روزنامه صبح نمیتونه باشه. این روزنامه ایست که امروز بعد از ظهر به اسم فردا صبح بسته شد و هیئت تحریریه رفتن خونه، چون هیچ اثری از اخبار و آخرین اخبار توش دیده نمیشه. روزنامه همشهری رو ببینیم که گزارشی داشت از این پرونده تجاوز به کودکان در شوشتر. هم در مورد این پرونده، هم در مورد پرونده بعدم بهش میرسیم، پرونده مربوط به هفت تپه، روزنامه ها به هر حال حالا گرچه دیرهنگام ولی اومدن توش. بله. در هفته گذشته اتفاق مهمی که افتاد این که روزنامه ها هر دو تا موضوع رو خونسرد گزارش کردن و دربارش با آدم های متخصص حرف زدن، که این خودش گام جلوست، چون اعتصاب ها که 40 سال بودش هیچ وقت خبرش تو روزنامه ها نیومده بود، این دفعه اولیست که داره میاد. این نوع حوادث هم همینطور معمولا اکتفا میشد به روایتی که قوه قضاییه میگه. یه نکته خوبی که اشاره کرده در این گزارش، میگه که ایران اون قرارداد سند 20C رو مال یونسکو رو نپذیرفت که اونجا حالا یک بخشی از اون سند آموزش در واقع جنسی بود، که حالا اون هم باز روایت‌های ایران با روایت‌های دیگه شاید یه مقدار متفاوت باشه، ولی از طرفی هم هیچ گونه برنامه‌ای برای اینکه چطور به خانواده‌ها، به کودکان در برابر اینکه مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرند داده نشد و مدام هم می‌بینیم متأسفانه خبرها اینطوری. چیزی که می‌تونه که علت رو از بین ببره یعنی کار فرهنگی و آشنا کردن بچه‌ها. آموزش‌های بومی میگه داده نشده دیگه. بله دیگه.
این حرف اساسی گفته شده جدی است. بله. خب بریم روزنامه بعدی رو ببینیم که روزنامه رسالت هست. من تصور میکنم تعداد کسایی که مثل من تعجب کردن، من تصور میکنم در 30 و چند سال زندگی روزنامه رسالت به عنوان روزنامه سخنگوی جناح راست یا راستترین بخش جناح اصولگرا، هیچ وقت حالا این اتفاق نیفتاده بود که رسالت تیت بزنه کارگران مشغول حبسند، یعنی در حقیقت بره در جاره کاریکاتوری هم بکشه همونه. ولی البته توجه داشته باشین که داستان تو همین جاها تموم میشه، یعنی اون 7 تپه و 9 نکته‌ای که اون بغل میبینید همون نظر همیشگی جناح اصولگراست که وقتی خودش به نوعی تو دولت هست همه این کارها مجاز تشخیص داده میشه، وقتی که بیرون دولت هست همه این کارها رو میندازه به گردن رقیب سیاسیش. اینجا هم همین حکایت کم و بیش هست. یه چیزی هم که توی این 9 نکته‌ای که در مورد 7 تپه گفته که برای من عجیب بود این بود که خب حالا اشاره میکنه به اینکه صدا و سیما خیلی خوب پوشش نداده و اینکه کارگرها چی میخوان، چه تفاوتهایی داره با دفعه قبل، چرا جدیه اینا، ولی میگه که نکته پنجمش اینه که در این حال که معترضین معتقدن اعتراضشان کاملا صنفی و کاری است، ولی به نظر میرسد شباهت‌های زیادی به جنبش‌های کارگری کمونیستی و چپ داشته باشد. خب حالا اصلا به هر چیزی شباهت داشته باشن، میگن پولمون رو بدیم، حقوقمون رو، دستمزدمون رو بدیم. نگاه های امنیتی است که رسوخ پیدا میکنه تو مطالب، یعنی اون حوادث اونجا رو آدم متوجه میشه که بازجویان امنیتی برای اینکه مثلا کسایی که گرفتن اونا رو زیر فشار قرار بدن میرن میگن تو خونت مثلا کتاب لخوالسا پیدا شده، از این حرفا. بله. میشه. ولی اینکه تو مقاله جدی یه همچین تحلیلی، منم تعجب کردم. بله. خب بریم روزنامه ایران و این داستان، این شروع ماجرای جدال آقای ظریف با پول کثیفه. شروع که نیست، تقریبا الان 2 هفته است این داستان ادامه داره. بعدم میدونی که از اونجا شروع شدش که آقای ظریف گفتش که تو ایران خیلی پرشویی میشه، به خلاصش، حالا تکستش این نیستش. طبیعی است که این حرف عجیب نیست، چون همونطور که هفته پیش گفتم چند روز قبلش اعلام شده بود که ایران بیشترین حد پرشویی رو داره. برای من گفتنش عجیب نیست. اینکه اون جناح به علمداری روزنامه کیهان را افتادن که این یاد دادن چیز به دشمنان هست و دشمنان اینجا یاد میگیرن، دشمنان خودشون آمار و ارقام دارن و این اصلا چیزی نیست که پنهان بوده باشه. بعدم اینکه بسیم اینه که شما پولشویی رو چی ببینید. اگر پولشویی رو فقط این ببینید که مثلا از چه راهی پول میدهیم به فلان گروه مقاومت، خب میشه گفت بله چرا گفتی. ولی اگر پولشویی رو به اون ترتیبی که قانون میگه یا همه جای دیگه مرسوم است، همه کارهای خلافی که با پول میشود از جمله قاچاق و از جمله اختلاس، اینها رو ببینیم که دیدنی هست در همین رابطه، اون وقتی که نه دیگه این حرف درسته که پولشویی زیاده و کسی هم نباید بر بخوره، نه. ولی به هر حال این شروع ماجراست. یه نکته جالبم اینه که اکثر کسایی که انتقاد میکنن به آقای ظریف و حالا از اصولگرایان و تندروها هستن، خودشون هم بارها در موردهای مختلف به فساد مالی، به پولشویی اینا اشاره کردن تو پرونده های دیگه. ولی حالا بریم داستان روزنامه جوان رو ببینیم و تیتر گاف ظریف را روحانی شست. بله، معتقد است که اینکه آقای روحانی اومدش بعد از حرف سخنگوی دولت که گفته بود نظر ظریف نظر دولته، آقای روحانی اومدش و صحبت کرده جبش و همین تقریبا همین صحبتایی که کردیم و گفته، این یه جوری شستن حرف ظریفه، یعنی در حقیقت میخواد قبول کنه که شسته شد ولی در این حال نمیخواد بیاد پایین از اونجا. چنان که میبینید که سرمقاله هم که آقای سردبیر نوشته اونجا هم به اصطلاح باز علیه آقای ظریفه و معتقد است که به هر دلیلی شده باید در مقابل اروپا قوی تر بود. الان همه حرف اروپا است، چون خود دولت الان علیه آمریکا هست، بنابراین اونو رد کردیم ما از نظر مخالفین. حالا چون دولت با اروپا مذاکره میکنه و در اروپا رو یه کاری میکنه که راحت تر این تحریم ها رو بشه تحمل کرد، بنابراین همه فشار اونجاست که اروپا چقدر بده. اومدن وزیر خارجه بریتانیا به تهران هم این سوژه رو دست این جناح داد. در این حال این پایین هم یک مطلبی بود که نمیشه که ازش گذشت، مصلحت اندیشی تا کجا. این میدونی اشارش چیه؟ اشارش به این است که چرا قوه قضایی
آقای ظریف رو مثلا احضار نمیکنه با شکایت یه نفر آدم. این کارو نمیکنه در حالی که این همه صدمه زده با این حرفش به بنیان و کیان ایران، و در این حال یه روزنامه‌نگیسی رو به وقت اینکه انتقاد کوچیکی کرده از رئیس جمهور برای 7 ماه میبره زندان. اشاره است به حکمی که داده شده برای سردار سعید قاسمی که حالا روزنامه نویس و بعد ایشون برای روزنامه نویس آره انتقاد هم نبود و حال خیلی مهربان با خودی ها روبرو میشه و در این حال خیلی تند با اون طرف. به حال روزنامه نصیب سه فاصله رو نب نداره. یه توضیح هم میخوان در مورد این کارتون وسط که کارتون جالبی هم هست و واکنش جوان در مورد حرفای ترامپ بگین چی بوده؟ بله دیگه میگه این بیانیه‌ای که آقای ترامپ داد بعد از اینکه CIA اعلام کرده خیلی واقعا در تاریخ میمونه. گرچه خب خیلی معتقدن نه از آقای ترامپ همین برمیاد اینا، ولی قطعا در تاریخ میموند که کسی اومد شبیه رفتار مثلا فرض کنید که فیلمای لاتیه که مثلا یارو لوتیه میگه من با این پیغام وصلم باشه آدم کشته باشه نوچه منه. آخه در هر صورت ما داریم در مورد یه مملکت به نام آمریکا حرف میزنیم که انقدر به آزادی بیان، انقدر به این چیزا پافشاری داره و یک اصولی داره و همه چی در صورت گفت همینه که هست دیگه. ولی میگه خب اصلا کشته باشه دستورم داده باشه و اینا به ما پول داده و از ما خوش. خب بریم سراغ اولین برگزیده روزنامه اعتماد. علیرضا دالمند چهره شناخته شده است هم برای نسل شماها، هم برای نسل بعد از شما، هم برای نسل قبل از شما، چرا که الان هم کار میکنه. از حدود 30 ساله که دالمند کار میکنه. ما صداش میکردیم دالی، خودش هم از این عنوان بدش نمیاد. مریضه، در بیمارستان هست به خاطر قند. هفته گذشته تولدش بود. همزمان با تولدش روزنامه نگارها رفتن بیمارستان. اعتماد، آفرین به آقای مفتاح، اعتماد عکس این دیدار رو با عنوان متولد آدینه گذاشت در روی صفحه اول و این گزارشی که میبینی تهیه کرد و این یادداشت‌ها رو درباره دالی. دالی اونطور که ما صداش میکردیم از قدیم صداش میشد، برای اطلاعاتون بگم که اون اوائل یعنی همون 30 چند سال پیش اولین بارهایی که اومده بود و مطبوعات کار میکرد، خب همیشه هم چاق بود دیگه، میدونی همیشه مثل لوگر بود. الان تو این عکس لاغرتر شده از همیشه. همیشه هم یه قیافه خیلی خندان. این حرفای کاریکاتورهای مهم و حرفای جالبی درباره چاقا میزد. من متاسفم که از همین زاویه آسیب دیده. یک امضا بر خودش درست کرده بود. اون موقع جوان بود، ازدواجم نکرده بود. یه امضا از خودش درست کرده بود که یک آدم فوق‌العاده چاقی رو نشون میداد با یه خانم خیلی باریکی و یه بچه‌ای که گرفتن دستش، بچه کوچولوی خوشگلی با موهای بافته یعنی دختر، و اسم اون بچه رو میذاش آبی. این اتفاقی است که بعداً تو واقعیت افتاد، یعنی خیلی قبل از که آبی به دنیا بیاد او این تصویر خانوادگی که داشتش رو قبلا به صورت امضاش کشیده بود. قدیما وقتی زیاد سر به سرش میذاشتیم که آقا اینقدر شاق موزه باش نشی و اینا، میگفتش که این فیات ها رو دیدین که توی جاده که میرن کامیون فیات به ماشین کوچولوی فیات چراغ میزنه، لبخند میزنن به هم. ما توپولا هم اینطوری هستیم، وقتی تو خیابون از کنار هم رد میشیم بعد برمیگردیم و هم لبخند میزنیم. گفت شما تو لاغرها نمیکنین این کار رو. درصد آقای دالوند همیشه از چهره های دوست داشتنی بین روزنامه نگارا بودن و هنوز هم هستن و ما امیدواریم که دختر حالشون هم بهتر شه، سلامتشون برگرده. روزنامه بعدی، برگزیده بعدی روزنامه آفتاب یزد هست. هفته‌ای از نظر روزنامه دیروزه، نظر روزنامه نگاری به نظرم خوب عمل کرده. هم خاطرات آقای شمس که این وسط داشت نادیده گرفته میشد، خاطراتی که از خاشقچی داره و بیان کرده بود. تو 3 تا کنفرانس با خاشقچی بوده. بخاطر آقای شمس خوب به دلیل تسلطی که زبان عربی داره روزنامه نگارای جهان عرب رو خیلی خوب میشناسه، باشون در جای مختلف روبرو شده. هم اون تصویر رو میده، همین که جمله میگه، اون جملهش رو از روی عکس بکن، جمله خوبه. میگه که اگر یک روزنامه‌نگار عربستانی درباره ماجرای خاشقچی چیزی بنویسد، آن روزنامه به چاپخانه نمیرسد، خود آن روزنامه‌نگار هم به خانه. روی این مسئله خیلی تاکید میکنم و بعدش هم
مثلا توضیح میدن که با هم در یک کنفرانسی بودن با خاشقچی، مثلا وقت نماز بوده، ایشون خیلی سر وقت میرفتن نماز میخوندن. میگه همیشه خیلی با احترام از خاندان سلطنتی عربستان یاد میبرد و اگر کسی انتقادی میکرد خیلی بر نمیتافت این انتقادها رو. و میگه برخلاف این که گفتن این مسلمان خطرناک تروریستی بوده و اینا، اصلا اینطوری نبود، آدم میانه روی بود. و نکته دیگه هم که اشاره کرد از من جالب بود این که میگفتش که این پرونده نشون میده که چقدر روزنامه نگارها میتونن قدرت داشته باشن و هنوز روزنامه نگاری مهمتر از به قول معروف فضای مجازی یا جایی مثل توییتر و اینستاگرام و اینا. خب بیستمین سال نامه به قول معروف سال انتشار مجله ماهور. بله، ماهور نشریه دلچسب موسیقی و اسمش هم به همین دلیلی خیلی دلچسبه، 20 ساله شد و تو این 20 ساله شدن یه شماره ویژه داده. این شماره ویژه‌اش هست که به همین مناسبت مطالبی توش نوشته شده. مطالبی که نوشته شده توش به اندازه کافی شیرین است. وقتی آدم مقایسه میکنه با اوایلی که این مجله شروع کرد، با اون همه فشاری که در مورد موسیقی وجود داشت و مقاومتی که کرد که حالا علاوه بر مجله کتاب‌های هم منتشر می‌کنه، با اون کتاب‌ها سی‌دی‌های هم منتشر می‌کنه. من همین اول تو صفحه اول دیدم که یه کتابی رو که همیشه فکر می‌کردم که چقدر خوبه که دم دست داشته باشیم، یا یه آدمایی به ما اهمیت چه بگن، کتابی که مخبر سلطنه هدایت راجب به اصطلاح به زبان نوت بیان کرد و زبان فارس موسیقی ایرانی رو تشریح کرد، که میگن اهل فنش میگن که این معتبرترین نوشته ایست که وجود داره. یک مطلبی هم در بین همه مطالب دیدم راجع به رقص. یکی از کسایی که ازش خواسته بودن که برای بیستمین شماره مطلبی بنویسد آنتونی شی بوده که آقای ساسان فاتحی مطلب او رو ترجمه کرده است و او درباره با عنوان چرا میرقصیدم درباره رقص نوشته، مفصلی است و فوق العاده شیرین هست راجع به انواع اقسام رقصا، از جمله رقصای به قول خودش کامجویانه و اینا هم نوشته. رقصیدن برای منفعت، رقص عربی، رقص فارسی، خیلی مطلب شیرین است. خب بریم روزنامه مجله تجارت فردا رو هم ببینیم. خب ببینید تجارت فردا با وجود اینکه به حال بهترین هفته نامه اقتصادی است بدون شک، و از اون طرف خب روزنامه‌ای هم که در نزدیکیش یعنی به عنوان خواهرخوانده با هم دیگه منتشر میشن دنیای اقتصاد، اونم تقریبا پرتیراژ ترین روزنامه اقتصادی کشوره. میبینین که بعد از این تحولات جدیدی که تو دولت اتفاق افتاده و دو تا وزیر از دولت رفتن بیرون، اینجا این بحث خیلی جدی شده است که طرفداران، البته یه وزیر و یه مشاور اقتصادی رئیس جمهور که آقای نیلی، چرا این بحث پیش اومده است که دولت از اقتصاد آزاد که نقشش بود و تدبیرش بود عقب نشینی کرده به اقتصاد دولتی. توجیه دولت هم پیداست، همونطور که آقای نوبخت دیروز اعلام کرده که حقوقا رو بالا نمیبریم، یعنی اینکه دوران تحریم جدید شروع شده و زیر دوران فشاره و مقاومت جمعی میطلبه، و بنابراین از جمله اینکه قیمتا رو باید کنترل کرد. این شماره به سلسله مطالبی داره درباره اینکه چرا نباید دولت قیمتا رو سرکوب بکنه. میگه که چرا دولت میخواد سرکوب قیمت ها رو تشدید کنه. بله. میگه که میگه یعنی چی؟ ببینید اصولا وقتی که شما اقتصاد آزاد رو قبول میکنین که حالا انواع اقسام داره، نوعهای مختلف داره، تو دنیا کاری ندارم، قیمت رو بازار تعیین میکنه. شما با تنظیم یه بازار درست اتوماتیک قیمت کنترل میشه، مثل اینجا که شما زندگی میکنید. بله. هیچ وقت مأمور دولته، کسی نمیادش بیاد بره تو بقالیه بگه این قیمتش اینقدره، اون اگر نکنه این کارو مغازه بغلیه ارزونتر شما میرید اونجا، این توازن بازار نگه میده. اون کسایی که تای وجودشون، اینطور که از گزارش مجله برمیاد دارم نقل میکنم، تای وجودشون قدرت برای دولت میخوان و اقتصادم در دست دولت میخوان، یکی از کاربرداشون اینه که میان تای صف و میرن به اون کسی که داره میفروشه میرن بند میکنن، یا اونجا قیمت میخوان کنترل کنن و بنابراین اونجا شدت نشون میده، بازار امنیتی کنند. آره. داخل پرانتز بگم که این همون حادثه ایست که بعضی از متخصصین معتقدن که باعث سقوط رژیم پادشاهی شد، به خاطر اینکه در سال 57 بود که
دستور داده شد که قیمت‌ها کنترل کنن و عده جوان رو استخدام کردن که برن بازرسی کنن بازار جاهای مختلف و عوارض مختلف رو. توی مطالبی که ذکر شده بعضی از مطالب و مصاحبه ها هست که همین موضوعی که عرض کردم، یعنی اینکه چرا این کار خیلی درستی نیست. از جمله یکی مصاحبه کرده است با خانم طیبه امیرخانی که ایشون استاد مدیریت دانشگاه بهشتی است و ایشون میگه سیستمی که سلمان و ابوذر رو هم فاسد میکنه، معتقده که تغییر مدیران فایده ای نداره، باید که ساختارا رو درست کرد. از اقتصاد بریم سراغ سینما و مجله فصلنامه تخصصی فیلمخانه. این هنرپیشه فوق العاده مورد علاقه من و هنرپیشه دوست داشتنی که دو سال پیش سرم اسکار برد و واقعا این تغییر چهره هایی که میده اصلا گاهی اوقات اصلا نمیشه فهمیدش که اینه، یهو انقدر لاغر میشه که بتونه تو بخشی از نقشا جا بگیره. و این هنرمند فوق العاده است، این دانیل لوئیس. بله دانیل دی لوئیس. خب فیلم خانه در حقیقت میشه گفتش که فصلنامه تخصصی سینماست، ولی من از استقبالی که آدمای جدی سینما، یعنی دانشجوهای رشته های نزدیک به فیلم و سینما یا کسایی که تو رشته های هنر تجسمی هستن از مجله میکنن، میتونم بفهمم که مجله خیلی به سلیقه اونا نزدیکه. کمتر مطلب دوست نداشتنی توش هست و بیشتر از درباره دنیا و از اسپیلبرگ تا خود آقای دوریسی تا فیلم های جدیدی که اومده تا فیلم علی عباسی که ایرانی که در دانمارک زندگی میکنه، شلی بچه روزماری نیست که خیلی سر صدا کرده و اول خیلی باش مخالف بودم، میگفتم فیلم روانشناسی چنین سالی بعدن پذیرفتنش، همه اینا هست و در نتیجه مجله خیلی خوش دست و خوب است که الان 7 سالم هست منتشر میشه. عالی. فرهنگ امروز رو هم ببینیم با عکسی از آقای فرمان‌آرا. دنبال تصویرها با گلستان نبودم. ببینید نشریات اصولا، این چند بار عرض کردم این روزای هفته گذشتم، نشریات اصولا تمایلی به طرف جلب تیراژ پیدا کردن. فرهنگ امروز هم به یه نوعی در زمینه فرهنگی اومده مردمی تر از پیش شده، یعنی در شماره‌های گذشته معمولا عکسی که در روی جلد می اومد عکسی که از فلاسفه و بزرگان بود که الزاما مثل عکس آقای فرمان‌آرا با این کلاه معروف جذاب نبود، یا اگر هم بود گفتگوی این همه پر حرف و پر گفتگو پر اسم آقای فرمان‌آرا برسید، این اشتباه رو از قدیم میکردن آدم ها با ایشون و خانوادشون. ذکر میکنه یه دوره ای رو بیان میکنه که در اون دوره قبل از انقلاب آقای فرمان‌آرا از فرنگ اومد و اونجا در یک مؤسسه‌ای که رئیسش یعنی بنیانگذارش آقای بوشهری بود که شوهر والازاد اشرف بود، در اونجا مشغول کار شد و یه سری فیلم های ساخته شد، همه فیلم های خوبی بود. خیلی کساب من حیث این که اونجا رو مثلا مؤسسه درباری اینا تحصیل میکردم، ولی واقعش این هستش که از موقعی که فرمان‌آرا آمد اونجا خیلی فیلم های خوبی ساخته شد، مثل فیلم گزارش کیارستمی و اینا رو ایشون تهیه کنندش بود. از اون دوره ها صحبت میکنه تا برسه به موضوع یه ذره بدجنسی ژورنالیستی که خبرنگار خوش‌ذوق مرتضی اسماعیل دوست اونجا انگولک میکنه و اون هم اینه که انگولکی است که آقای فرمان‌آرا میکنه به آقای گلستان، میگه فیلم خشت آینه رو اصلا دوست نداره. آره حالا خودش وارد این شده، اصلا خشت آینه موضوع انگولک نیست، بلکه موضوع فیلمی است که خودش ساخته که اینجا میگه نه من اصلا قصد یک کوسه کوچولو فکر کنم، بله، و میگه که اصلا من قصد چیز نداشتم، در حالی که خب همه فکر میکنن که خوب داشتنیش یعنی مطرح بوده است، چون اون پرسوناژی که ساخته به حال خیلی شبیه. و بعد درباره موضوع صحبت میکنه، در این حال میگه ایشون قصه نویس فوق العاده است ولی من خشت آینه رو دوست نداشتم و فیلم های کوتاه هم بعضی از فیلم های کوتاه رو پسند. درباره همه ی آدم ها چون صحبت میکنه، مصاحبه خیلی مصاحبه خواندنی است، فکر میکنم این مصاحبه برای مجله تیراژ میاره این فرهنگ امروز. خب بریم کارتون آخر رو هم ببینیم از احسان گنجی. میگه که اولویت نشستن با سالمندان و افراد کمتوان است. یعنی میگه نمیریم، یعنی میخواد نره. اشارهش فکر میکنم به هزاران چیز میتونه باشه دیگه، به دولتی که در واقع میگن دولت پیریه، به این داستان بازنشسته ها که میگن که آقا باید
دیگه بازنشسته شن و از شهرداری تهران این موضوع رو سر زبونا انداخت. اصلا جوانانی هستن که با تعجب دارن نگاه میکنن که آقا اگه میشه این صندلی رو خالی کنید. یه موضوع دیگه هم دو سه هفته ایست هم تو داره زیر پوست این طنزنویسا میگذره. بذار یکیشو بگم که راحت چیم. بفرمایید. محمدرضا سعوده به این یادونه یه اطلاعیه صادر کرد ثبت احوال. یه سری اسامی داد، گفت این اسامی رو نذارید. بله. بعد اسامی هم یه چیز عجیب غریبی توش بود، استکان، نمیدونم مثلا بستنی، اینا برای اسم بچه. خب بس که اسمای عادی رو هم اجازه نمیدادن آدم رو بذارن. حالا یه صحنه، یه نمایشنامه نوشته، میگه که مسئول نشسته اونجا و عده تو صف ایستاده، یکی میاد جلو، مسئول میگه اسم بچه تو چی میخوای بذاری؟ پدره میگه نازنین پاتریشیا. مسئول بهش سر میزنه میگه چی؟ پدره میگه پاتریشیا مگه ممنوعه؟ میگه نه. میگه نازنین ممنوعه؟ میگه نه. میگه دوتاش با هم ممنوعه؟ میگه نه. میگه خب بچه اینجوری نگاه کردی؟ میگه نفر بعدی. بعد نفر بعدی میاد میگه شما خب بچه چی بذاری؟ میگه محمد کوروش. دیروز خودتون مجوزش رو دادین. میگه اه واقعا میشه؟ یعنی گذاشت محمد کوروش؟ میگه آره. میگه بعد دیروز آزاد شده؟ میگه آره. برو. و خلاصه این شوخی با محمد خوارزمشاه و بقیه اسامی دیگه یک نمایشنامه است که نوشته آقای ستوده در مورد این شوخی با اسامی. بله. ممنون آقای بهنود و ممنون از شما. مثل همیشه تمام راه تماس ما برای شما بازه. نظرات و انتقاداتتون درباره برنامه‌های بی بی سی فارسی رو حتما برامون بنویسید. راه‌های تماس رو همین الان دارید روی صفحه تلویزیون می‌بینید. نظراتتون رو با هشتگ دیدبان به پیامگیر تلگرام ما با آدرس @bbcshoma و یا با آدرس توییتر بی بی سی دیدبان بفرستید. من همینجا از طرف خودم و آقای بهنود با شما خداحافظی می‌کنم. تا هفته آینده شب و روزتون خوش.